چنان مردم رو از لحاظ درآمد سر آب و برق را مجانی کنیم برای طبقه مجتمع. با یکی دیگر از برنامه دروغگوهای ننگین در خدمت شما هستیم و این بار می‌خوایم به وضعیت فاجعه بار کرونا در کشور و دروغ‌های کرونایی سران نظام بپردازیم. بر اساس آمار مقاومت تعداد جانباختگان کرونا در کشور از مرز 65,000 نفر گذشت. هرچند که کارگزاران نظام در راستای حذف 4-0 از پول ملی اقدام به حذف 0 از آمار جانباختگان کرونا هم کردند و تعداد قربانیان رو بیش از 11,000 نفر گفتند، اما در هفته گذشته عمق فاجعه آنچنان شدید بود که مجبور به اعتراف وضعیت قرمز در برخی استانهای کشور شدند. در مشهد معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی این شهر میگه افزایش تعداد بیماران بستری فشار زیادی رو به سیستم بهداشت و درمان مشهد وارد کرده. به گفته وزارت بهداشت، استانهای خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز و استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان و گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند. تب کرونا در روزهای گرم خوزستان به اوج رسیده. اینجا کرمانشاه است. ما بیشترین ابتلا رو داشتیم، بیشترین مرگومی رو داشتیم. بیمارستانهایی که روزهای سخت و پرتردد را می‌گذرانند. واقعا با محدودیت شدید تخت‌های بیمارستانی و پرسنل روبرو هستیم. دیگه بیمارستانای که برای معین مشخص کردن برای کرونا دیگه جا نداره کلن. این وضعیت یه وضعیت وخیمی شده. خیلی از جوانا دارن گرفتار میشن. هر 9 دقیقه یک هموطن جان خود رو بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته از دست داده. ما متاسفانه اوضاع خوبی نداریم. واقعیتش ما تصور نمی کردیم که تو تیر ماه دچار این حمله بشیم. ما داشتیم برنامه‌ریزی می کردیم برای مهرماه، ولی من اسمش یک شبیخون میذارم. اینجا بود که ولی وقیه بی‌مصرف سری به صحنه اومد تا استادی خودش رو در دروغگویی به شاگردانش نشون بده که مثلا دلواپس شیوع کرونا در بین مردم شده و دلش داره مثل سیر و سرکه میجوشه. ولی قبل از شنیدن اراجیفش بهتر اولین نظرش راجع به کرونا رو در 5 ماه پیش ببینید تا متوجه بشید که این آفتاب پرست عمامه‌دار چند بار سر موضوع کرونا رنگ عوض کرده. این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا و توسلات مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یعنی با سرماخوردگی هم کسی جرئت نمیکنه اینطوری برخورد کنه. اما خامنه بعد از اینکه دید تو زمینه علم و علوم خیلی بی سواد تشریف داره، کمتر از 1 ماه بعد حرفشو عوض کرد و رفت پاچه آمریکا و جن و انس رو گرفت تا مثلا ابروشو درست کنه، اما جفار رفت تو چشش. شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردی. دشمنانی هم دشمنان جن، جنی هم دشمنان انسی وجود دارن. به اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگه همکاری میکنند. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردند. خلاصه اینکه این موجود بازم نتونست روی حرف خودش بمونه و بعد از اراجیف قبلیش که میگفت کرونا رو بزرگش نکنید یا کرونا کار اجنه است، سرانجام هفته گذشته با یک نرمش ذلیلانه به کشف جدیدی در رابطه با کرونا رسید. بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. حالا که نگاه میکنیم ببینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. نتیجه چی میشه؟
نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 چند. دقت کردید چقدر قشنگ تقصیر رو اول گردن مردم انداخت، بعد یه سوزنی هم به مهرهاش زد تا تعادل برقرار کنه؟ یعنی وقاحت چارزانو و دست زیر چونه نشسته به این موجود نگاه میکنه. البته خامنه ای که پروندش برای همه روشنه، ولی مفلوکتر از خودش اون بسیجی های کله پوکی هستن که اینو رهبر خودشون میدونن. بنده یکی از ویژگی های جنگ های آینده را میتوان حملات موازی علیه تمامی مواضع و نیروهای کلیدی دشمن خواهد بود. ها؟ که تقریبا به طور همزمان انجام خواهد شد و به سرعت دشمن را از نظر راهبردی فلج و در نتیجه شکست خواهد داد. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. خلاصه بعد از ولی وقی شاگرد این موجود یعنی روحانی هم پرید وسط و مدعی شد که یک کشف بزرگی کرده و دلیل شیوع گسترده کرونا رو پیدا کرده. آقای روحانی اجتماعات و مراسم ها رو بزرگترین عامل شیوع مجدد این ویروس خطرناک در برخی مناطق دونست. عجب کشفی. پس اجتماعات دلیل شیوع کروناست. یعنی اگه میخوان این نابغه رو ندوزن باید به همون صندلیش قل و زنجیرش کنن. خب حالا سوال پیش میاد که چه کسی شرایط و محیط این اجتماعات رو فراهم کرده؟ ادارات، همه کارمندان اداری در محل خدمت خودشون حضور خواهند یافت. بازگشایی سینماها و مهدهای کودک از امروز 24 خرداد. در ادامه بازگشایی‌ها از فردای عید فطر صحن حرم‌ها در ساعاتی مشخص باز می‌شوند. به گفته رئیس جمهور موزه‌ها و مکان‌های تاریخی هم از فردا به روی علاقمندان باز است. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه. با تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، دانشگاه ها هم از امروز میزبان دانشجویان هستند. از هفتم تیر ماه ما امتحانات رو به صورت حضوری شروع میکنیم. خب تا اینجا معلوم شد که این موجودات ولایی از اونجا که نمیخواستن هیچ کمک معیشتی به مردم بکنن، همه اماکن و مشاغل و حتی نمایش جمعه بازارشون رو هم باز کردن. اونقدر که صدای وزیر بهداشت خودش هم در اومد. متاسفانه بعضی از مسئولین هم دچار این توهم شدند. هی به من فشار میارن اینجا رو با کنیم، اونجا رو با کنیم، اونجا رو با کنیم. دیگه باورشون شده که همه چی عادی است. اونجا رو راه بندازیم، اون لیگ راه بندازیم، اون نمیدونم فلان کارو بکنیم. اون پرواز و اون نمیدونم بابا اینا اینجوری نیست. الان در استانهای خوزستان، در استان سیستان بلوچستان، در کرمانشاه، در هرمزگان ما گرفتار پیک. دیروز 50% از مرگهای ما مال 3 استان. خب تا اینجا داریم به حرف ولی وقیه که مردم رو مقصر دونست به خوبی اشراف پیدا میکنیم. اما برای فهم بهتر قضیه ببینیم از قول خودشون خطرناکترین محل گسترش کرونا که مردم مجبورن روزانه به اون مراجعه کنن کجاست؟ به نظر من هواپیما و مترو یکی از خطرناکترین جاهاشون. هوا گرفته میشه، دوباره تزریق میشه. وسایل نقلیه عمومی که ازدحام زیاده. کرونا در کمین مسافران مترو و اتوبوس. رئیس جمهور در جلسه رؤسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مبارزه با کرونا با انتقاد از رعایت نشدن فاصله گذاری نسبی در حمل و نقل های عمومی این موضوع رو یکی از عوامل مهم افزایش تعداد مبتلایان عنوان کرد. پس این شیاد هم مثل رهبرش تقصیر رو گردن مردم انداخت که در اتوبوس و مترو فاصله گذاری رو رعایت نمی کنن. خب حالا ببینیم نظام ولاییشون که تمام ثروت و قدرت کشور دستشه چقدر حاضر شده برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی امکانات در اختیار مردم قرار بده و کمبود اتوبوس و مترو که پایه ترین وسایل حمل و نقل عمومی مردم هست رو تامین کنه. پایتخت این روزها حسابی شلوغه. از قضا کرونا هم طرفدار شلوغی و هم طرفدار جایی که افراد بدون محافظ کنار همدیگه قرار میگیرن. سادم به هوای این که یک ماشین خلوت‌تر میاد، هر ماشینی میاد شلوغ‌تر از قبلی. مردم میخوان رایت کنن، نمیذارن. باید ماشین بزنن تو خیابون که مردم نمونن. بله، باید بیاد دور پشت سرم یا سوار کنه. فقط فاصله اجتماعی و نمیدونم ماکس و این چیزا هم رعایت بشه. میزان کافی وسیله عمومی نقلیه وجود نداره. تو مترو بری، همین اتوبوس بری، تازه این فیلم ها با کلی سانسور و درست بعد از زمان اصلی تراکم در اتوبوس و مترو که اول صبح هست گرفته شده.
حجم جمعیت نگاه کنید، تازه الان ساعت 1 بعد از ظهره، حالا صبحیه دیگه 2 برابر جمعیت. ولی باز در همین زمان هم مردم شکایت میکنن که اتوبوس کمه و همشون پر از جمعیته. یعنی سران نظام نمیدونن که کمترین کار برای اینکه حیات و موجودیت خودشون رو نشون بدن تامین کمبود اتوبوس و مترو برای مردمه. این بود که ما دارای تراکم داریم میشیم در حمل و نقل عمومی. ما باید حمل و نقل عمومی رو تجهیز کنیم. ما باید 3000 اتوبوس به اتوبوس‌های تهران اضافه کنیم. این که فقط بگیم ما جلوگیری می‌کنیم چیزی رو حل نمی‌کنه. چون بالاخره مردم جابجا میشن. شما فعالیت‌های اقتصادی رو باز کردید و ما این شلوغی رو در حمل و نقل عمومی 100% خواهیم داشت. بودجه اختصاص بدن؟ بله، بودجه هم هست، ولی اختصاص نمیدن. دقت کردین، بودجه هست ولی نمیخوان برای حفظ سلامتی مردم اختصاص بدن. اما خب بالاخره بنا به افاضات ولی وقیح و شیخ فری، تقصیر مردمه که فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت نمیکنن و میرن تو اجتماعات و کرونا زیاد میشه. یه نمونه دیگه از این کارهایی که تقصیر مردمه رو ببینید تا به معصومیت سران نظام ولایی پی ببرید. خواهشان بیاید بررسی کنید. میگید مبارزه با کرونا، کل خانواده متوفیان خودشون خاک سپاری میکنن. ما هزینه 1,720,000 تومان با اضافه احتساب پول سنگ 1,800,000 تومان که بغیر دولت باید خودش بیاد کفن و دفن کنه، نه خانواده متوفا. الان ما عادی خودمون داریم میدیم. هزینه قبر از ما گرفتن، هزینه عیاب و ذهاب از ما گرفتن، کل از ما گرفتن. هزینه بیمارستان متوفای ما 1,800,000 تومان. من از کجا باید بیارم؟ دفترچه خدمات درمانی داره میگن قبول نداریم. کی باید رسیدگی بکنه؟ اینطور که معلومه ولی وقیه نظام و رئیس جمهورش غیر از دروغ‌های کرونایی برای انداختن تقصیر گسترش کرونا به گردن مردم، هیچ کار و مسئولیت دیگه ای ازشون بر نمیاد. و اینجاست که آدم متوجه میشه حیات این موجودات جز خسارت جانی و مالی برای مردم و کشور هیچ سود و فایده ای نداره. امسال سال 94، 93 نیست، 92 نیست، 91 نیست و سال آینده 95 خواهد بود. اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سر آب و برق را مجانی کنیم برای طبقه مستمند.